طبقه اوناس بیشتر میل داره که ناخنای خوب و زیبا داشته باشن، به خاطر اینکه زیبایی دستشان خوب است و یگان انگشتر چوری و یگان پایی را که شویش آقایش یا بابیش برش میخره خوبش بگید دستش. به اساس عوامل و دلایل مختلف در ناخون ها یک مجموعه از اعراض ایجاد شود که در سیر ازی ناخون شکنن شود، ناخون خط بندازه، ناخون خطای طویل پرته، ناخون خطای عرضی پرته، ناخون صفحه صفحه خود جدا کنه، از نوک خود جدا کنه، از بیخ خود جدا کنه و ناخون رشد نکنه. اینمی در یافتهای کلینیکی را در مجموع به نام BNS یا Brittle Nail Syndrome میگم. خدمت تمام عزیزا و وطنداران عزیز ما که ما را تشویق میکنن، این دانش ناقص و قلیل و اندک را که پروردگار بر ما لطف کرده وقت ما را همراهشان شریک می سازیم، ما را مورد ستایش قرار می تن، ای به جز از بزرگی چیزی بیش نیست، بزرگی خود از اونا که من حقیر را ارزش می بخشم. عزیزای دل، ما تا حدی که در توان ما از کوشش می کنیم که بر شما بیان بکنیم و آن چیزی که بیان می کنیم کوشش می کنیم که جاودانه بمانه و همین چیزی است که در دنیا از فرد یادگار می مانه. دوستای با عزت، مبحث و محراق بحث امروز مرا موضوعی تشکیل میده که زیاد دخترها زیر رنج میبرن. دخترها معمولا میل داره که ناخون بانه، نه نه نه، دخترها معمولا میل دارن که به طرم سال یک ناخون سرخ باشه، یکی سبز باشه، یکی زرد باشه، بلده یک تیک تاکی رقم پرتن، باز مثلا یک چی پرتن بر از وانی میشن در تیک تاک و بزن در سناب چت و تیاگرام و پلاگرام یک گپاوی ها شروع کنه، باز یکان تا دستا سیاسی ها میباشه و یکی فکر میزنه که دست یک ذره شفاف شوه تا یکی برای هزارها به طرم سال فرد دیگه یک دل هرگک ایجاد کنه، یک دختر غریب بیچاری دیگه که میبینه اونو میگه فلانی بیادر قندم از یک سبتر کنه دوست از یک سنگوشتر خیرده، وای به حال ما میبینه که مادرش بیچاره دختر موچی رو در ماین خانه میاره، میگه کل سنفی هزی در مکتب خارج رفتی دختر آل دیوانه شده و بدر نکنین، هر ناز و نعمت دنیا که دارین خدا به خودتان مبارک کنه. و پیش از این که مثلا این یارایشگاه و گپا یا بند باشه، بزنس ناخون بسیار زیاد کلان بود. میدیدی که به طرم سال سپانسرهای فیسبوکی بوده که کشت ناخون، غرس ناخون، پیچ سازی ناخون، کش سازی ناخون. مرا خود شخصا ناخون به خود من بعدم میایه، به طرف مقابله بعدم میایه چیزی پاک صفا بگیریش منظم در زیر از یک از آن میکروب آوازوری چی میکنی؟ یکان مریض بیادر قندم خود مثلا به سر وضع خود که میرسه، اگر یک بلست ناخون هم مانده نوش جانش دلش بایسکلش نمی جریان ماینه خانه که یارم مره ماینه مثلا میکنه طبیعی است که چشم آدم مفته، اگرچه ما تو کوشش میکنیم تمرکز به این موضوعات نداشته باشیم به مریضی مریض ببینیم، ولی ما در مورد جریان ماینه فیزیکی ما مجبور هستم که ناخونهای مریض ببینم، چرا از طریق ناخون مکلبنگ میبینم، ما فاتر فنگسی را از این طریق میبینم، ما از این طریق سورایس میبینم، ما در اینجا مثلا امکان داره که ما در نوک انگشتای مریض سیانوس ببینم، ما امکان داره که بطرم سال ناخون های شکننده ببینم، ما امکان داره که مثلا سفیدی را در ناخون ببینم، خط اندازی را در ناخون ما که میبینم. آه بهتر عالمی علی مثلا نقدر اقتصاد جواب نمیکنه که تو کلسیم و مثلا زنک به خاطر فعالیت های روزمره داشته باشی، خود هر کدامش مصرف کار داره که نمیکنین، مثل ما واره از معمل از بیخ گرفتگی است، از اون وقتی که مادرم از این بیخ بیخ برام گرفته میاد بیخ میگرفته است، گرچه رقم باید گرفته نشه، خب عادت است میمونه، اگه عادت خراب ما هم دارم انسان هستم. خب حاشیه گفتم زیاد، هدف معظم قدر موضوعیل چی بوده؟ طبقه اوناس بیشتر میل داره که ناخنای خوب و زیبا داشته باشن، به خاطر اینکه زیبایی دستشان خوب است و اگه انگشتر چوری و یگه پایی که شویش آقایش یا بابیش برش میخره خوبش بگرده دستش، خوبش بگرده دستش. ما لحاظ طبابت مرض داریم تحت نام BNS، کامل عمران تحت نام چی داریم؟ BNS. خدا هدایتت کنه بپل خط نستلیق بپل که باز کارت بند میشه. BNS Brittle Nail Syndrome، برتل شکنن خو مانا میته، نایل ناخون مانا میته، سندروم مجموعه از اعراض. بله مجموعه از اعراض چه معنا؟ یعنی به این معنا که هرگاهی که پیشک فرد به اساس عوامل و دلایل مختلف در ناخون ها یک مجموعه از اعراض ایجاد شود که در سیر ازی ناخون شکنن شود، ناخون خط بندازه، ناخون خطای طویل پرته، ناخون خطای عرضی پرته، ناخون صفحه صفحه خود جدا کنه، از نوک خود جدا کنه، از بیخ خود جدا کنه و ناخون رشد نکنه، اینمی در یافتهای کلینیکی را در مجموع به نام BNS یا Brittle Nail Syndrome میگم. Brittle Nail Syndrome امکان داره از لحاظ ایتیولوژی یا سبب شناسی یا سندروم ناخونهای شکنن از لحاظ سبب شناسی امکان داره که پرایمری باشه، امکان داره سکندری باشه. پرایمری به این مفهوم که از ابتدا فرد نمتون جنجال داشته، علت برش معلوم نیست،
سکندری به این مفهوم که ما میتونیم یک عامل را برای ازی بپالیم و پیدا کنیم. اصلا برتل نایل سندروم یک مرض جلدی هست، قسمت زیاد واقعش مربوط دکتر سایبای جلد و زیبایی میشه، پیشم از زیاد مردم نبه، ولی بعضی از امراض داخله امکان داره سبب سندروم ناخنهای شکنن شد. این را چند موضوع رو جا نظر میتا که مرچم تو دکتر جلدی سی داخله سی او بیادر. کسی که موضوع رو نمیفهمه شما یک دفعه تحقیق کنین در دنیا مفهوم بهتر، مثال یک جنرال پرکتیشنر، یک انترنست و کسی که متخصص بهتر مثال فامیلی میدیسن است بفهمه. ما مجبور هستیم که مریض از اینو موش تا شست پایش ارجابی کنیم، باز کتگورایز کنیم که در کدام سویه مد زده میتونم، کدام ریفر کنم و کدام ادمیت کنم بستر کنم. کسی که نمیفهمه بگذار که چرند بگویه. خب برتل نایل سندروم از نگاه سبب شناسی امکان داره در سر امراض ثانوی ایجاد شوه. یک، تغییرات رفتاری عادت داره، نایل وایتینگ دیسوردر، جویدن جویدن جمیده بری کلگی عادت داره که از نگویه که ندارم. داره خورده میره و که دیگه از ناخون تا خورده میره. نخو دختر او بچه نخون ناخونتا. کسایی که استراب داره، استرس داره، کسایی که اختلالات شدید روحی و روانی می داشته باشن به خاطر کاهش از این موضوع، یعنی که ناخن خورده میره. کسایی که وسوسه داره ناخن خورده میره. کسایی که زیاد دوستای خود میشوه، مثلا کسایی که کانتامینیشن و سیتی داره، بجز از خود همه چیز رو مردار فکر میکنه. محافظه کاذب در مغز قسم فعال شده که ایره میگه پاکو 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 ششنه میره ششنه میره ششنه میره. یک تشوش رفتاری غیر نرمال هست. کسایی که جلدش بسیار خشک باشه، این امکان داره که تغییرات رفتاری است که سبب شکن شدن ناخن‌ها شود. دو، کمبود مثلا بیوتین، کمبود زنگ، کمبود ویتامین دی، کمبود کلسیم، کمبود آهن سبب شکن شدن ناخن‌ها میشه. سه، امکان داره که شکن شدن ناخن‌ها در نزد یک فرد در سیر امراض هورمونی مثلا در دیابت ایجاد شود، در کمکاری غده تایراید ایجاد شود، در کمکاری غده پاراتایراید ایجاد شود. امکان داره که شکن شدن ناخن‌ها در پیش یک فرد در سیر فلج گرده ها ایجاد شود، در سیر فلج یا عدم کفایت جگر یا سیروز کبد ایجاد شود. امکان داره که پیش یک فرد شکن شدن ناخن‌ها در سیر عوارض جانبی دواها، مثلا که تکنازول، اتروکنازول، دوای آنتی فنگال یا ضد فنگس، دوای قارچ است. عوارض جانبیش مشکلات در ناخن هست، هیدروکسیوریا به خاطر بعضی بهتر مثال آفات‌های هماتولوژیک و خون داده میشن، این یک مشکل را ایجاد میکنه. امکان داره که شکن شدن ناخن‌ها در بعضی افراد اشخاص در سیر یک سل امراض جلدی به وجود بیایه، کسایی که مثلا پامفیگاس می داشته باشن، کسایی که سیورایسیس می داشته باشن، کسایی که مثلا اگزیما می داشته باشن، در پایانی دریافت های کلینیکی دیگه جلد امکان داره که یک سل شکن شدگی رو در ناخن های خود ایجاد کنه. از لحاظ انواع و از لحاظ تظاهرات کلینیکی، شکن شدن ناخن ها در نزد یک فرد امکان داره به دو شکل تأسس بکنه. یک، اونیکی رکسس، دو اونیکی سکیزیا، یا اونیکی رکسس اونیکی سکیزیا. اونیکی رکسس به حالت میگه که ناخون خطای لانجیتودینال مندازه، خطای مثلا طویل مندازه، خطای طویل مندازه، و اونیکی رکسس ناخون خطای عرضانی مندازه، صفحه صفحه از بیخ یا از بغلا خدا جدا میکنه. در کل ناخون شکننده است، رشد درست نمی داشته باشه. اگر خطوط به شکل طویل در ناخن‌های شما افتاده ایره به نام اونیکو رکسس میگه، و اگر مثلا به شکل صفحه صفحه جدا شد یا خطوط ارزانی انداخته به نام اونیکو اسکیزیا، اونیکو اسکیزیا میگه. خب چگونه مریض ارزیابی شد؟ تشخیص از این حالت بیشتر کلینیکی است. اگر نیاز بود مریض گردش ارزیابی میشه، جگر ارزیابی میشه، سی بی سی ارزیابی میشه، در پلی ازو درجه آهنش تثبیت میشه، هش پرسان میشه که دیفیشنسی کدام ویتامین را داشته نداشته، غذایش چطور است، تشوشات غیر نرمال رفتاری داره نداره، و در پلی ازو مشکل غده تایراید، پارا تایراید، موضوعاتش جور است نیست، یک ارزیابی میشه از نظر داخله. اگر مشکل مربوط داخله نبود، مریض تداد پلی ناخن تظاهرات دیگه جلد هم داشت، میگه برو بیا در اون درماتولوژیست، من هم مربوط میشه، نه یاد دارم و اگه یادم دارم تو رو دوا نمید. در کل در ابتدا احتمامات اومیی است، ناخونهایتان رو نجوین، در ضمن از او از بیخ نگیرین، ناخونه به شکل دایروی نگیرین، یعنی به شکل تر انحنایی نگیرین، باید مستقیم گرفته شد. چرا؟ ایتو دایره واره که بگیرین، این خودش سبب میشه که به شما اون شکرپتوس با وجود میاد. اگه ندارین یاد، اینه ببینین علت داخل رفتگی ناخون در جلد اطرافش. در ضمن از او کوشش شود که ناخناز نه زیاد مرطوب نگاه شود و نه زیاد خشک نگاه شود. سپلمنت بعضا بیوتین، زنگ، کلسیم،
ویتامین دی، آهن، اینا برای افراد اشخاص داده میشه و بعضی کسایی که در بخش جلدی و زیبایی کار میکنن اگه همه اهتمامات گرفته شد، مثلا غده تایروید فرد داشت روش تداوی میشه، شکر داشت تداوی میره، افراد جلدی داشت روش تداوی میشه، باز اگر هیچ علت نداشت پیش بعضی کسا به شکل ایدیوپاتیکی موجود بود، کسایی که در بخش کازمتیک و زیبایی کار میکنن بعضی به طور مثال پالش های نایل رو بر مریضات توصیه میکنه که امکان داره مثل یک سیروم ناخون وره عمل بکنه. این حالا میبینی که مثلا فرد میگه از موادک ناخون پیشتان است در کلینیک، برادر این موضوعات مربوط کسایی است که در بخش کسمتیک کار میکنن. برابری اگر ناخونای شما به شکل طویل خط انداخته، ارزانی خط انداخته، صفحه صفحه جدا میشه، رشد نداره، اول یک دفعه نظر به دکتر جلد به نظر ما داشته باشین بهتر است. اگر مربوط از اونا نشد باز از نظر داخله شما را ریفر راجع میکنه به من بیچاره که ما ارجابی بکنیم کدام مرض داخلی در پولی که دیگه تظاهرات تا پیشتان آورده سبب شکنه شدن ناخونک هایتان شده. اگر ویدیو براتان معلوماتتان افزود در صورت که را شریک نسازین ای بیمسئولیتی تان است. تا دار بعد الله حافظ.